دوستای خفنم سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم تنتون سلامت باشه. یه آموزش خیلی جذاب براتون در نظر گرفتیم. آموزش رو شروع کنیم. خیلی خوب. کارت‌ها رو بر می‌زنیم. این بازی هیچ ترتیبی نداره. دست کارت رو می‌دیم به تماشاچی، کاملا بر بزنه و خود ماها هم می‌تونه یه بار کارت‌ها رو کات کنه. هم با اینکه یا بر بزنه. اعتماد دارم ولی یه بار کات بکنم. ماها، من یه کارت شانس دارم که می‌خوام کارت شانس رو از دسته پیدا کنم. اگه پیدا شد خیلی، این کارت شانس من، کارت رو هم خودت برزنی، درسته؟ درست. من دونه دونه کارت رو از روی صورت اینجوری میچینم رو میز، هر دوست داشتی بگو دست نگه دار. بس همینجا؟ آره. خیلی کارت رو برمیگردونیم. میخوام یه چیزی رو، یه حرفی رو اسپل کنم. بذار ببینم، اینجا پنج رو داریم، ما پنج رو اسپل میکنیم، میشه پ ن ج. بله، کارت رو هم میذاریم کنار. چقدر جالب میشه اگه اینم پنج باشه. اگه اینم پنج باشه چی؟ اون که کارت شانس همه پنجه. اوه. و کارت روی دسته این برم پنجه. شاید برای تو سوال پیش بود که خب همه کارت ها پنجه. همین نه هستم بگیش. قرار آموزش. این بازی خیلی جذاب. بریم واسه آموزش این بازی. این بازی بچه ها حتما 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 باید روون اجرا کنیم. بعضی بازی ها هستن که روون اجرا کردنشون خیلی مهمه. بعضی بازی ها کاملا برعکس، یا ایتمایی هستن که شما باید انقدر اون ایتمو تو نقش خودتون فرو ببرین که اصلا تماشاچی حال کنه. ولی این نه، این سعی کنین زیاد روش داستان سرایی نکنین و خیلی روون میسه یا ایتم معمولی اجراش کنین، تماشاچی عشق کنه. خب کارتا رو بدین تماشاچی بر بزنه هر چند باری که خواهد. این بازی رو چند بار واسه خودتون اجرا کنین قبل اینکه واسه بیننده اجرا کنین، چون هرچی بیشتر تمرین کنین راحت‌تر اجراش می‌کنه. کارتا رو بر می‌زنه تماشاچی، میگه کافیه. شما در واقع هیچ کارت شانسی توی ذهنتون نیست. اون کارت شانسی که از دسته جدا میکنین بر اساس بوری که تماشاچی میزنه. یعنی شما همیشه یک کارت رو نباید بگین. و اینم خوبی این بازی است. کارت ها رو بور میزنه تماشاچی، میگیرین سمت خودتون. اولین کارتی که میبینین همونو باید به عنوان کارت شانستون، یعنی همون عدد در واقع کاری به خالص هم بدین. باید به عنوان کارت شانستون در نظر بگیرین. دست کارتو خیلی با تمرین کنین. به این شکل برین جلو. اولین کارتو که دیدین همونو اسپل کنین. هش میشه ه ش ت. حالا انگلیسی هم میتونین اسپل کنین، مثلا 8 فرق نمیکنه. پس چی شد؟ کارت اول اینه. کارتا رد میکنین، نگاه ه تو دلتون میگین ش ت. این ستاره که گفتین، یعنی اسپل که تموم شد، میندازین کارتا رو پایین. اوکی، من یه خورده دستام دورتر میگیرم. دوباره کارتا رو دونه دونه رد میکنین تا به هشت بعدی برسید. به اون کارتم کجاست؟ تو اینا هم که نیست. به هشت بعدی که رسیدین این هم میندازین. اینجا چه اتفاقی میفته؟ دو تا هشت میفتن رو هم دیگه. این هشته، این هم هشته. دوباره کارتا رو میرین، میگین اه چرا کارت شانس هم پیدا نمی کنن. میرین تا به هشت بعدی برسید. این دفعه این هشت رو بر ندارین. یعنی به وضعی که به هشت بعدی رسیدین همین کارتا رو دوباره بریزین رو دسته. این هشت رو دوباره رد کنین دونه دونه که میره بالای دسته در واقع. به هشت بعدی که رسیدین آخرین هشت میشه دیگه. اینو به عنوان کارت شانستون میذاریم کنار و این دستهی که رد کردین چون هشت بالای دسته است میذاریم بالا. اوکی. و باز بقیه کارت ها رو میندازین روی دسته. امیدوارم که این ترتیب رو یاد گرفته باشید. پس کارت شانس رو میذاریم کنار. بعد دست کارت رو به سمت صورت میگیریم. دیالوگ گفتنتون رو از لحظه شروع میکنیم که کارتا رو چیدین، یعنی بگین خب ببین من کارتا رو به صورت دونه دونه میذارم رو میز، بعد این دوتا عددی که پشت سر همان رد بشن میذارم رو میز، هر دوست داشتی بگو استاپ. حالا دیگه هر جا بگه استاپ مهم نیست، رد شدن دیگه. هر جا هستن اینجا بگیم مهم نیست. به بعضی که گفت استاپ، این کارتایی که تو دستتون رو برگردونین کنار، اینم برگردونین اینور، روی این دسته اصلیه دسته بزرگتر اولی کارتو برگردونین، میشه 8. همین رو اسپل کنین ه ش ت. بقیه کارتا رو بذارین اینجا و خیلی جالب که همه یه هشتا میان روی دستی. من دوست دارم یه بار دیگه هم مرور کنیم با یه حرف دیگه، چون بازیه یه خورده بازی ساده ایه ولی یه ذره فراره. مثلا مثلا یه بیبی مثلا تحت دست باشه، فرض کنید تماشاچی بر زد، شما کارتا رو که برداشتین بیبی رو دیدین، بیبی رو اسپل میکنین ب ی ب ی، اینو میندازین. دوباره میریم تا به بیبی بعدی برسیم. به بیبی بعدی که رسیدیم اینجا خیلی دیالوگتون مهم، بگو اه چرا کارشان مثلا پیدا نمی کنم. میریم تا بیبی بعدی که رسیدیم خود بیبی رو هم برمیداریم دوباره میذاریم روی دسته.
میریم تا ویدیوی بعدی برسیم، ولی این بار برش نمیداریم، اینو بر نمیداریم، اینو رد میکنیم. حالا اگه دو تا کارت پشت سر هم باشه مورد نیست، کارت ها رو میتونیم جابجا کنیم، اصلا موردی نداره. دوباره اینا رو رد میکنیم، بیبی بعدی رو میذاریم کنار و باقی دسته رو میذاریم پایین که اون بیبی اصلی بره بالای دسته. اینم اینجا و بقیه ماجرا دونه دونه کارت ها رو میذارم. ما هم هر دوست داشتی به من بگو استاپ. اون دو تا بیبی هم رد شد، اینو برعکس میکنیم، این بیبیه، پس بیبی رو اسپر میکنیم، یه بقیه کارت ها و چارت میبینیم. حالا تنها نکته ای که هست اینه که فرض کنیم، البته یه بار توضیح دادم، فرض کنیم کارت ها رو بر میزنه تماشاچی و شما بیبی رو میبینید تر دست، میخواید اینو اسپل کنید، میگیم به یه به دوباره بیبی میاد، این نداره، این کارت ها رو جابجا کنید از پشتش برده، اصلا موردی نداره، کارت ها تو دستتون راحت باش باز حل هستنش.